بسم الله الرحمن الرحیم. پرسیدم از هلال ماه چرا قامتت خم است؟ پرسیدم از هلال ماه چرا قامتت خم است؟ آهی کشید و گفت که ماه محرم است. گفتم که چیست محرم؟ با ناله گفت ماه عزای اشرف اولاد آدم است. ریان ابن شبیب نقل میکنه روز اول محرم رسیدم به محضر حضرت رضا علیه السلام، دیدم از شدت گریه و غم چشمان حضرت رضا علیه السلام متورم شده و ورم کرده. متعجبانه سوال کردم آقا جان علت این حزن و این گریه و این غم چیه؟ آقا امام رضا فرمود ریان مگه نمیدونی امروز روز اول محرم است؟ همین که هلال ماه محرم دمیده می شود، فرمود پیراهن خونین و صدپاره جد غریب ما حسین رو از عرش آویزان می کنن. این یعنی این که با شروع محرم عزای حسین آغاز می شود و اولین عزادار حسین خود خداوند است. و بعد فرمود ریان ابن شبیب ان کنت باکیا لشیء فابکی للحسین. ریان هر موقع خواستی گریه کنی، گریه فقط مال حسین است. فانه ذبح کما یذبح کبش. از امام زمان حیا میکنم و خجالت میکشم این فراز روایت رو ترجمه کنم، سربسته بگم که امام رضا فرمود جد ما حسین رو مثل قربانی سر بریدن. اما من میخوام بگم یا امام رضا، در دین اسلام قربانی و ذبح آدابی داره و یکی از آداب ذبح قربانی اینه که قبل از این که سر رو از بدن جدا کنن، قربانی رو سیرابش میکنن. اما آی مردم، نبودیم کربلا، ارباب من و شما رو، ارباب غریب ما رو در صحرای کربلا با لب تشنه با غربت محض به شهادت رساندن. هرچه در لحظه آخر در گودال قتلگاه صدا زد اسخونی به شربت من الماء، یه قطره آبم بدید، از آب هم مزایقه کردن کوفیان. و بعد فرمود ابن شبیب اگه میخوای ثواب کسانی رو که در رکاب حسین به شهادت رسیدن خدا به تو عطا کنه، هر موقع یاد حسین و یاران شهیدش افتادی بگو یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. تا مسیرم به در خانت افتاد حسین، خانه آباد شدم، خانت آباد حسین. دل و دین داشتم و صبر و قراری، همه را مهر توفانی تو داد سوی آن حسین. هم سر آواز و سر انجام جهان عشق تو بود، عشق در روزه
تو گنج به ما داد حسین. در دم مرگ اگر پا به سرم بگذاری، مرگ زیبا تر از آن است که میاد حسین. در ادامه روایت آقا امام رضا علیه السلام به ریان ابن شبیب فرمودن: ریان ان یوم الحسین اقرح جفوننا و اسبل دموعنا. روز حسین، یعنی روز شهادت حسین و روز عاشورای سید الشهدا، پلک های ما را از شدت گریه زخم و متورم کرده و اسبل دموعنا، اشک‌های ما رو جاری کرده. و خوبه که بدانید، فرمود ان بکیت علی الحسین ریان، اگر گریه کنی برا حسین به گونه ای که اشک روی صورتت به پهنای صورتت جاری بشه، غفر الله لک کل ذنب از نبت، هر گناهی رو که کردی خدا به حرمت اشک بر سید الشهدا میبخشه. خب، طبق استناد به این روایت بسیار زیبا در خدمت شما عزیزان و بینندگان محترم و همه مخاطبین این برنامه زیبا در خدمت شما هستیم با برنامه روز حسین. تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم خدمت همه شما عزیزان و خوبان و ارادتمندان به اهل بیت علیهم السلام، ایام عزای سید و سالار شهیدان مولا الکونین حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. امیدوارم هر جای دنیا که نظارگر این قاب زیبا و این برنامه خوب روز حسین هستید، خداوند متعال در این لحظات نورانی به برکت سید الشهدا دلهاتون رو از نور امام حسین نورانی بگردانند. در خدمت کارشناس محترم برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی عباسی هستیم. خیلی ممنونم علارغم همه برنامه ها و مشغله های جلساتی که در این ایام محرم داشتن قبول زحمت فرمودن، در خدمتشون هستیم. حاجی خیلی خوش آمدید، خیلی قدم رنجه فرمودید. ممنونم از این که دعوت مجموعه ما رو لبیک فرمودید. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه عزیزان و بینندگان عرض سلام و ارادت دارم و ایام عزای حضرت سید الشهدا علیه السلام رو به محضر وجود مبارک امام زمان علیه السلام تسلیت میگم و امیدوارم که توفیق توسل و درک عزای سید الشهدا رو آنگونه که خدای متعال به خوبان عالم عنایت میکند به همه ما مرحمت بفرمایید. در خدمت شما هستم. بسیار نکته زیبایی رو اشاره فرمودید، این که درک شعائر حسینی رو که فرمود حسین بیشتر از این که تشنه آب باشد تشنه لبیک است، اما افسوس که به جای افکارش زخم‌های تنش رو نشانمان دادن و بزرگترین دردش رو درد بی‌آبی نامیدن. خیلی ممنونم از شما. به شدت این روزها پیگیر و درگیر جلسات روزه و منبر هستید. الحمدلله در جای جای این شهر من الحمدلله آوازه بیانات خوب و منبرهای شیوای شما رو میشنویم و بهره‌مند میشویم. محرم است و گوش جان میشنویم، سراپا گوش از محرم برای ما بگید. عرض شود که وجود مبارک پیامبر در یک روایتی فرمودند که ان للحسین علیه السلام فی قلوب المؤمنین محبتا مکنونه. خدای متعال یک محبتی رو در قلوب مؤمنین برای سید الشهدا علیه السلام قرار داده است. گاهی اوقات
این محبت شعله‌ور می شود و ظهور و بروز بیشتری پیدا می کند و ایام محرم و ایام عزای سیدالشهدا از اون ایامی است که ظهور و بروز دارد. تجلی محبت سیدالشهدا مال این ایام است، فلذا می بینید که اگر تمام رسانه ها، فضای مجازی، بزرگان رو یک موضوع تمرکز بکنند، این اتفاقی که به صورت خودجوش در جامعه در اول محرم، دهه محرم در عزای سیدالشهدا سلام الله علیه اتفاق می افتد رو نمی توانند رقم بزنند و این صدق کلام پیامبر است. بله. که حضرت فرمودند خدای متعال این محبت رو در قلوب قرار داده است و تجلی این محبت مال همین ایام است که ظهور و بروزش رو میبینیم. از همون شب اول محرم اقشار مختلف و افکار مختلف، سنین مختلف، هر کسی به یه عنوانی به تعبیر حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها میخواد در دایره مقیمین العزای امام حسین، کسانی که از عزای سیدالشهدا را اقامه میکنند، خودش رو قرار بدهد. حالا هر کسی و هر گرایش فکری به نوعی میخواد در این دایره قرار بگیرد و این شور و غوغایی که میبینیم و انشالله که ما هم بتوانیم بهره‌مند بشیم. البته جسارت محضرتون در تایید فرمایش شما در جای دیگری هم داریم که پیغمبر فرمود ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین، حرارتی از شهادت سیدالشهدا تو قلب مؤمنین به پا شده که این تا قیامت هم سرد و خاموش نمیشه. من تبرد ابدا. بله، همونطوری که اشاره کردید و اشاره به جایی بود، واقعش هم همین هست. شما میبینید 1400 سال، قریبه به 1400 سال از واقعه عاشورا داره میگذره، لکن ما میبینیم که ذره ای نه تنها کم فروغ نشده است، بلکه هر سال بر مجالس عزای سیدالشهدا اضافه می شود، شور و حال اضافه می شود. اون چه که دستوراتی که داده اند رو ما بینیم پررنگ تر می شود، برخلاف وقایع دیگری که در طول تاریخ اتفاق افتاده است و خیلی از وقایعی که در زمانه خودشون جناب آقای فیض اللهی تأثیر گذار بوده اند رو ما الان صرفا فقط تو کتب تاریخی باید دنبالش بگردیم و در نهایت در کتب تاریخی هم در قالب یک پاراگراف بهش اشاره کردند که در سال فلان فلان اتفاق افتاد، فلان تاثیرگذاری را در جامعه داشت و تمام. لکن حرکت سیدالشهدا این نیست جز اراده خدای متعال که او باید بماند، چرا که او مصباح هدایت است، او کشتی نجات است و به تعبیر پیامبر عزم رو تمام بکنم در این بخش، فرمود خدای متعال اراده کرده است که امت من به واسطه امام حسین علیه الصلاه و السلام عاقبت به خیر بشن و انشالله هم ما در زمره عاقبت به خیر شدگان دستگاه سیدالشهدا علیه السلام قرار بگیریم. بین خود ما هم حاج آقای عباسی مرسوم است به هر حال کسی عزیزترین کسش رو از دست بدهن نهایتاً یک سال یا دو سال عزاداری کنه براش و بعدش دیگه به طور کل فراموش میشه اون شخص، اون کسی که از دست داده شده. اما این خون سیدالشهدا چقدر پربرکت است و اراده خداوند به این خون و به این قیام اراده الهی و عظیم است که 1400 سال از این شهادت و از این اتفاق و از این مصیبت کربلا میگذره اما هنوز این خون میجوشد و چه افراد زیادی رو از دینهای دیگر جذب اسلام نمیده. بریم یه انشالله برنامه میان برنامه رو ببینیم و برگردیم، در خدمت شما هستیم، استفاده خواهیم کرد از نگاه شما عزیزان هم. پای این برنامه خوب صمیمانه تشکر میکنم، با ما باشید.
خیلی ممنونم از بیان بسیار زیباتون حاجی عباسی. به هر حال ماه محرم است و همه ما عزادار مصیبت و قربت سید الشهدا علیه السلام که اون بلای عظیمی که سید الشهدا و یاران مظلومش در صحرای کربلا به دست کوفیانی که نامه نوشتن و بیعت شکستن دچار شدن و این قلبهای ما در این مصیبت هنوزم مجروح است. ما تو روایت‌های بسیار زیادی داریم که وجود مقدس سید الشهدا کار به جایی میرسد که شخصی میاد کنار پیکر، بلا اینکه ضربه‌ای به پیکر مطهر سید الشهدا وارد کند، میبیند جای سالمی در بدن نیست و این اوج مصیبت است. و ضرب السیوف علی موضع السیوف، زخم روی زخم میزنند و قریب 2000 زخم به پیکر مطهر امام حسین زده می شود و امروز هم هر کسی این مصیبت ها رو می شنود واقعا دلش به درد می آید و اشک از گوشه چشمش جاری می شه، که این هم نوعی تقرب است به محضر خداوند متعال. ما با اشک به سید الشهدا یک میانبری رو طی می کنیم که به خداوند متعال نزدیک بشیم، چون پیغمبر فرمود احب الله من احب حسینم. خب حاجی عباسی، ماه محرم است و چرا محرم یک ماه حرام است و محرم الحرام مرسوم است گفته می شود؟ بله، عرض شود که خدای متعال در قرآن فرموده است که ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض منها اربعتون حرم. تعداد ماه‌ها در نزد خدای متعال اون چی که ثبت شده است از روزی که آسمان‌ها و زمین رو خلق کرده 12 ماه. بله. که از این 12 ماه منها اربعتون حرم، 4 ماه ماه‌های حرام است. بله. حالا اینکه اصلا چرا خدای متعال در ذهن ما میاد که مطلب بدیهی است، خب سال 12 ماست، چرا این رو خدا اصلا بهش اشاره کرده است؟ این خودش بحثی دارد، مفسرین بهش اشاره کردن. لیکن عرضم اینه که 4 ماه رو ماه حرام اعلام کرده است. ماه رجب، ذی‌قعده، ذی‌حجه و محرم که 3 تاش پشت سر هم است، یه دونش فرد است. ببینید، مگر بخوام یه ذره به اصطلاح تخصصی وارد این بحث بشیم و دقیق صحبت بکنم، در یه تقسیم بندی احکام ما به 2 دسته تقسیم میشه: احکام تأسیسی، احکام امضایی. احکام تأسیسی اون احکامی رو بهش میگن که با آمدن اسلام اون احکام آمد. بله. و اسلام اینا رو با خودش آورد و سابقه نداشته قبل از اسلام. مثل قبل از اسلام نبودن. احسن، قبل از اسلام نبودن. مثلا عرض شود که مثل خمس، مثل جهاد، مثل امر معروف و نهی از منکر، اینا احکام تأسیسی اسلام است. بعضی از احکام، احکام امضاییه. امضا یعنی تأیید، یعنی قبل از اسلام این احکام بود، اسلام که آمد کلیت حکم رو تأیید کرد. حالا ممکنه یه جاهایی یه چیزایی بهش اضافه کرده باشد، بعضی جاها اون کجیهاش رو به اصطلاح برطرف کرده، ولی کلیت حکم رو پذیرفته است. مثلا ببینید، من مثال میزنم خدمتتون، مثل بیع، احکام بیع و شراء، خرید و فروش. خرید و فروش که مال اسلام نیست که، قبل از اسلام هم بوده. هم بوده. بله. اما خب اسلام آمد کلیت بیع رو امضا کرد که من قبول دارم، ولی این موارد حذف باید بشه، این موارد بهش اضافه بشه، کلیت رو. از جمله احکام
امضایی اسلام راجع به ماهای حرام است. یعنی چی؟ به این معنا که قدمت ماهای حرام برمیگردد به قبل از اسلام. یعنی ما در دوران جاهلیت هم ماهای حرام را داشتیم. بله. احکام و قواعد خودش رو داشت. بله. حرام هم که میگیم نه به این معنایی که در اذهان ما هست. حرام یعنی اون چی که دارای حرمت هست، دارای به اصطلاح احترام ویژه ایست نسبت به ماهای دیگر. لذا در روایت داریم که اگر کسی در ماه حرام گناهی انجام بدهد چون حرمت شکنی کرده است، این عقابش بیشتر خواهد بود، مضاعف خواهد بود. همون گونه که فرمود اگر کسی در ماهای حرام عبادتی انجام بده، عمل نیکی انجام بده، ثوابش مضاعف خواهد بود، چون در ماه حرام انجام شده است. پس این تصور غلط رو هم از ماهای حرام که گاهی اوقات در اذهان میاد، وحشت داریم از ماه حرام، به بعضی چیزا فکر میکنیم، مصادیق خاصی تو ذهن ما میاد. نه، ماهای حرام یعنی ماهای با عظمت دارای احترام ویژه. پس میفرمایید که قدمت حرام بودن این ماها برمیگرده به قبل از اسلام. بله، قبل از اسلام به دوران جاهلیت. بله. ما همین ماها را داشته ایم که خب قواعد خاص خودش رو داشت. مثلا وارد جنگ نمی شدن در این ماه، اگر مشغول به جنگ بودن به ماهای حرام می رسیدن، جنگ متوقف می شد به احترام ماهای حرام. ولی زو یکی از اشکالاتی که ما به قتله سید الشهدا علیه السلام میکنیم و این رو در سیره رفتاری امام حسین علیه السلام هم در روز عاشورا میبینیم که حالا بهش اشاره میکنم، این است که میگیم اگر شما مسلمان نبودید، که نبودید، لااقل به دین اجدادتون عمل میکردید، چون اونها در ماه حرام آغازگر جنگ نبودند. بله. چرا با پسر پیغمبر وارد جنگ شدید؟ اونم در ماه حرام. در ماه حرام این اشکال به اونها وارد است و نمیتونن هم جواب بدن. راجع به حضرت سید الشهدا هم در روز عاشورا ما داریم که صبح عاشورا شمر در دسترس بود، رسید محضر امام حسین، گفت آقا شمر در دسترس است، میتونم بزنمش؟ بزنم؟ حضرت فرمودن نه، ما آغازگر جنگ نخواهیم بود. یکی از دلایلی که ما آغازگر جنگ نخواهیم بود همین نکته است که عرض کردیم، حرام بودن ماه محرم. حرام بودن ماه محرم. حضرت سید الشهدا متوجه این مطلب بودند. ماه محرم ماه حرام است، جنگ و آغاز جنگ. لذا جنگ سید الشهدا علیه السلام جنگ دفاعی بوده است. برعکسش رو، برعکس سیره رفتاریش رو ما در به اصطلاح لشکر مقابل میبینیم که در مقاتل میگن عمر سعد اومد مقابل لشکر سید الشهدا، تیر اول رو زد و گفت در نزد عبیدالله شهادت بدهید که من آغازگر جنگ بودم. بله. وقتی که اون آغازگر جنگ شدن، جنگ از سید الشهدا علیه السلام شد جنگ دفاعی. بنابراین محرم الحرام بهش میگن، چون جزء ماهایی است که خدای متعال میفرماید منها اربعه حرم، دارای حرمت ویژه است. حالا قصه سید الشهدا هم اگر نبود و شهادت امام حسین هم اگر نبود، خود ماه به خودی خود دارای یک عظمت و یک احترام و حرمت ویژه ای بوده است. یک بار دیگه تقاضا میکنم که این چهار ماهی که ماه حرام هستن رو بفرمایید که انشالله بینندگان ما به ذهن داشته باشه. یکی ماه رجب هست. ماه رجب. بله. بعد سه تا ماه پشت سر همه، ذی‌قعده، ذی‌حجه و محرم. انشالله که خداوند متعال به ما توفیق بدهد در مسیر اهل بیت حرکت کنیم و حسینی زندگی کنیم و سعی کنیم انشالله معرفتمون رو به اهل بیت علیهم السلام، خاصه وجود مقدس سید الشهدا، بیشتر کنیم. وقتی معارف عاشورا رو بیشتر میشنویم به کنه مظلومیت سید الشهدا بیشتر پیدا. بریم یه برنامه رو ببینیم و برگردیم، باز لذت ببریم و بهره ببریم از بیانات استاد عباسی عزیز.
خرد و نگین افتاد، پر از یاقوت شد عالم، سوار از روی زین افتاد. از این تلاطم دنیا هراس نیست تا کشتی نجات حسینی شد. از حرمت هم برخواد اما بد نشد، کاش ای بابا نمی بردی به مهمانی. یک لحظه تصور کن اگر در دل آتش پروانه پرسوخته پر زده باشد. هر جوانی که حبیب تو شده پیر شده. چشم شور مردم شامی ببین با من چه کرد، کودکت از آخرین دیدار شیرین. بر من لباس نوکریم را کفن کن، نوکر بهشت هم برود باز نوکر است. خداوند متعال رو شاکرم که بار دیگر به ما توفیق داد که با بیان و کلام میزبان شما عزیزان و خوبان باشیم در برنامه روز حسین. امیدوارم که تا این لحظه از برنامه استفاده کافی رو از بیانات استاد عزیز و فرزانه حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی عباسی برده باشیم و یقیناً نگاه به این مباحث و وقت گذاشتن پای این مباحث باعث میشه که ما انشاءالله معرفتمون نسبت به اهل بیت بیشتر بشه. حاجی عباسی، به هر حال قیام سید الشهدا علیه السلام برای همه ما مشخص است، همونطور که خود حضرت هم بعد از قیام و خروجشون به سمت کوفه و کربلا فرمودن که من هدفم از قیام و این خروج برای ریاست و حب دنیا نیست، بلکه برای اصلاح است در دین جدم رسول خدا. در این فضای عزاداری سید الشهدا، حالا از قیام خود آقا امام حسین علیه السلام و تا امروز در این 1400 سال، سوالات و شبهاتی به هر حال بوده و ما شنیدیم. چطور باید پاسخ داد؟ چطور باید کنار آمد؟ و هدف از این سوالات و این شبهات چیه؟ بله، عرض شود هر چه که مطالعه ما، تحقیق ما، تفکر ما، تأمل ما بیشتر باشد، با جلوه های روشن و زیباتری از شؤون مختلف حرکت امام حسین علیه السلام آشنا میشیم. همونجوری که شما فرمودید، یه بخشی از مباحثی که راجع به امام حسین علیه السلام ذهنها رو به خودش مشغول میکند، سوالات و شبهاتی است که در شؤون مختلف و مصادیق مختلف دستگاه امام حسین علیه السلام مطرح میشه. من نکته دقیقی رو خدمت شما و بینندگان عزیز عرض میکنم و اون این که ببینید، سوال با شبه باید تفاوتهاش رو بفهمیم و متوجه بشیم. دو مقوله جدا از هم هستن که وقتی صحبت‌ها رو عرض کردم و جمع‌بندی کردیم، ببینیم که سوالات به اصطلاح جنبه مثبت دارد، سوال خوب است، لیکن شبهات رو که بررسی کردیم، مفهومش رو، معناش رو عرض شد که می‌بینیم که نه، یک جنبه منفی دارد. حالا ایه حال به هر دو باید پرداخته بشود در جای خودش و اشاره خواهم کرد به این نکته در ادامه که بینندگان عزیز خصوصا جوانها مطمئن باشند. این رو به ضرس قاطع عرض میکنم که اینقدر دایره معارف دینی مستدل، محکم و قوی هست که هیچ سوال و هیچ شبهه‌ای بی‌پاسخ نیست.
اما ببینید ماهیت اینها باید شناخته بشه. اساسا اگر لغوی بخوایم بحث رو پیش ببریم، شبهه رو فرمودند که گاهی اوقات به معنای شک است، شک در امری. گاهی اوقات به معنای پوشیدگی است، یعنی حقیقت امر بر ما پوشیده می شود. حق، واقعیت پوشیده می شود. اساساً اگه بخوایم اصطلاحی بگیم، اصطلاحاً شبهه به این معناست که حق و باطل به گونه‌ای در هم مخلوط می شوند که خب تشخیصش در این فضای غبارآلود برای افراد سخت می شه. و قرآن هم به این مسئله اشاره می کند که شبهه از مشابهت میاد دیگه، یعنی یک حرفی که در جهاتی شبیه به حق است وجوه مشترکی دارد. نهت فرمود؟ بله. یه مماثلتی وجود دارد. قرآن مثلا میفرماید که راجع به جناب عیسی میفرماید که و ما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه لهم. بله. عیسی رو نکشتند و او رو به صلیب نکشیدند، امر مشتبه شد، بنی اسرائیل دچار شبهه شدند، امر مشتبه شد برای بنی اسرائیل، فکر کردند یک مطلب باطلی جایگزین مطلب حق شد، ویلا جناب عیسی ابن مریم بر طبق اعتقادات ما و روایات ما ایشون حی و حاضر و زنده‌اند در آسمان چهارم که اونم در جای خودش باید بحث بشه. خواهم بگم که ماهیت شبهه اینه. حالا تفاوتش با سوال چیه؟ ببینید اون کسی که به عنوان سائل است، یعنی سوال کننده، سوال کننده دنبال دریافت حقیقت است، دنبال اینه که حقیقت موضوع رو بفهم. آفرین. فهم حقیقت، فهم حقیقت، درک حقیقت. اما اونی که شبهه میخواد بیاندازد و شبهه پراکنی میکند، در حقیقت دنبال تزلزل مبانی اعتقادی است، یه چیزی رو هدف گرفته است، میخواد این رو به اصطلاح متزلزلش بکنه. این کاریست که یک تفاوتش. نکته دوم که در تفاوت سوال و شبهه مطرح میکنن، که این رو عزیزان باید متوجه باشن که هر آن که به اصطلاح روبرو شدند با یک مطلبی، ببینن در زمره کدوم یکی از اینها قرار میگیرد، آیا این مطلب سوال است یا شبهه است، یعنی جنبه مثبت دارد یا جنبه منفی دارد. آیا این سائل است یا شبهه افکن است. نت کردید؟ یعنی هدفش باید مشخص بشه. احسن. با توجه به روی کرد او انسان پاسخ میدهد. این نکته دیگری که راجع به تفاوت سوال و شبهه مطرح میکنند اینه که ذهن انسان ذهن جوالیه و تصورات انسان، اون چی که ساخته و پرداخته ذهن انسان است، هیچ محدودیتی ندارد. اینات کردی؟ هیچ محدودیتی ما نمیتوانیم برای ذهن انسان قائل بشویم. ذهن رو نمیشه بست، فکر رو نمیشه بست، نمیشود محدودش کرد، جوال است. اصلا رشد بشر هم به خاطر همین جوال بودن ذهن است. اینات کردی؟ بنابر این سوال یه امر طبیعیه که شما مثلا راجع به فلان مسئله تاریخی یا کلامی به ذهنتون، ذهن جوال است، مطلبی رو از من میشنوید، یه سوالی در ذهنتون ایجاد میشود که این چجوری میشود، اینجاش این قسمتش مبهم است، برای من روشن نیست. بنابراین به صورت ناخودآگاه و گاهن غیر ارادی، بسیاری از اوقات غیر ارادی، ما دوچار سوال میشیم. اینات کردی؟ بله. اما بحث شبهه و شبهه افکن این گونه نیست. شبهه افکن با یه عقبه ذهنی میاد،
یعنی با یه آمادگی قبلی وارد میدان میشود. گرچه ممکن است بگه من به ذهنم رسیده که یه فعل مجلس به ذهنم رسیده است، اما از نوع سوال او، از نوع روی کرد او مشخص. هر دو هم سوال ها، هر دو هم پرسش است. اینات کردید که ببینید انگیزه و هدف چیه. او در به دنبال این است، ناخودآگاه سوالی در ذهنش ایجاد شده، میخواد بفهمد. لیکن شبهه افکن، اون کسی که ایجاد شبهه میکند، با یه عقبه ذهنی میاد تو میدون. ممکن هم هست به تعبیر امیرالمومنین سلام الله علیه، حضرت یه تعبیر زیبایی دارن، فرمودند که شبهه رو از اون جهت شبهه نامیدن که خیلی شباهت به حق دارد. یعنی حق و باطل رو به هم می آمیزد شبهه افکن و یه نتیجه غلطی از اون میخواد بگیرد و القا بکنه. و یه برنامه ریزی قبلی روش شده که کسی که میخواد بیاد شبهه ایجاد کنه، احسنت، یه عقبه قبلی داره. عقبه قبلی دارد، یعنی از مقدمات حق در کنار مقدمات باطل میشینه نتیجه گیری میکند با یه هدف خاصی. نکته بعدی که این رو شاید شما باش مواجه شده باشید، ما هم در بسیاری از اوقات باش مواجه شدیم، این است که شخص سائل نسبت به هر دو طرف، به اصطلاح هر دو طرف چه شبهه چه قصه، کاملا بی موضع است. یعنی منتظر است که یک جواب مستدل و قانعی بگیرد و خالی از ذهن است. خالی از ذهن است، جهتگیری نداریم. اما شخص شبهه افکن، اونو میبینی هرچی باش بحث میکنی یک نکته دیگه از تو حرف در میاره، یعنی سر موضع لجاجت است. یعنی دنبال این مطلب است که من حرفمو باید به کرسی بنشونم. این اعتقاد، این به اصطلاح فهمی که تو از این مطلب داری، فهم غلطی است. لکن شخص سائل اینجوری نیست. شخص سائلی که در اثر جوال بودن ذهن، سوالی در ذهن او ایجاد شده است، وقتی پاسخ قانع کننده و مستدل رو میشنود، این قانع میشود، قبول میکند، قدرت پذیرشش بالاست. لکن شخصی که شبهه میخواد شبهه‌افکن است، شبهه ایجاد میکند، او مقابله میکند در مقابل پاسخ حتی قانع کننده و مستدل، میخواد حرف خودش رو بزنید در موضع لجاجت. اما استفاده کردیم آقای عباسی، به هر حال تا اینجا بینندگان محترم فرق سوال و شبهه رو کاملا متوجه شدن و بیشک به هر حال این قیام سید الشهدا که اینقدر پرخیر و برکت است و این جریان بزرگ و 1400 ساله که سینه به سینه این شهادت و این مظلومیت و این قیام مقدس داره منتقل میشه، یقینا هستن افرادی که فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، اینها میان شبهه ایجاد میکنن تا مردم رو از این قیام و از این حرکت عظیم سید الشهدا جدا کنن. دو دقیقه فرصت داریم در خدمت شما، یه جنبندی بحث به جای خوبی رسید، انشالله روزهای آینده از محضرتون ادامه همین مباحث رو خواهیم داشت. در حد دو دقیقه جنبندی بفرمایید و امروز انشالله تمام. ببینید من بخوام جنبندی بکنم، چند تا نکته رو خدمت عزیزان عرض میکنم. یکی این که عیبی نداره انسان در معرض سوال یا شبهه قرار بگیره، و همونجوری که عرض کردم معارف ما اینقدر متقن هست و مستدل هست که برای هر شبهه و هر سوالی پاسخ داره، پاسخ مستدل داره. اما ببینید این خیلی نکته مهمی است که ما چجوری عرض شود که آقای فیض الله عزیز وقتی انسان مریض می شود پیش دکتر میره، وقتی ویروسی وارد بدن انسان می شود سعی می کند در همون ابتدا درمان بکند پیش یک متخصص. یکی اینکه اگر شبهه یا سوالی در ذهن ما ایجاد شد، فکر نکنیم که واقعا راه ها بسته است، نه، دنبال درمانش باشیم قبل از اینکه عمق پیدا بکند و رسوخ کند و به جایی برسد که اون مبانی و اصول اعتقادی ما ضربه ببیند، تحت تأثیرش باشد. احسن. بنابراین این یه نکته که زود درمان بکنیم. نکته بعدی، از خود درمانی بپرهیزیم. همونجوری که ما وقتی مریض میشویم عقل به ما حکم میکند
که هر دارویی رو نخور، هر روشی رو پیش نرو، پیش خبرگانش برو، پیش پزشک برو. بنابراین خود درمانی نکنیم. خود درمانی کردن به این معناست که بدون اینکه تحت تعلیم یک خبره این مسئله باشیم، بریم یه سری مطالعاتی برای خودمون داشته باشیم، یک سری گزاره ها رو کنار یکدیگر بگذاریم، بعد هم به نتیجه مطلوب و قانع کننده نرسیم. من عرض کردم این نکته دوباره تاکید میکنم، همه شبهات چه پیرامون سیدالشهدا چه پیرامون مثلا وجود مبارک امام زمان سلام الله علیه، همه اینها پاسخهای مستدل و قوی مولا درزش نمی رود راجبش ما داریم، لیکن تحت تعلیم باید باشد. و نکته دیگری که انشالله اگر جلسه دیگر فرصت شد من اون نکته مهم رو عرض خواهم کرد، که در مقوله مسائل کلامی و تاریخ تحلیلی یک نکته بسیار بسیار مهمی رو من اشارهش بکنم که انشالله سرآغاز جلسه بعدیمون باشه اگر توفیق شد. بله من عرضم تمامه. بله. و اون نکته است که مبانی اعتقادی در جواب به شبهات و بحث مباحث تاریخ تحلیلی بسیار مهم است که این رو انشاءالله جلسه بعدی توضیح خواهم داد. خیلی ممنونم از استاد بزرگ جای عباسی عزیز، انشاءالله روزهای آتی هم در خدمت این عزیز هستیم و همین مباحث انشاءالله ادامه خواهد داشت، حتما مورد استفاده شما عزیزان قرار خواهد گرفت. برنامه روز حسین همه روزه از روز اول محرم به مدت 68 روز از ساعت 15:15 و با بازپخش ساعت 1 بامداد و صبح ساعت 9 در خدمت شما عزیزان هستیم. به تماشا بشینید انشاءالله که خداوند متعال ما را از ارادتمندان واقعی آقا سید شهدا علیه السلام قرار بدهد. حاجا خیلی ممنونم، لطف کردید. التماس دعا یا علی مدد. بگیر دستم و مرا به سوی کربلا، مرا به سوی کربلا، به آب روی تربتم، به آب روی کربلا، به آب روی کربلا. حسین من، 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 غیر تو نمیدنم دل خراب خیش را، دل شکستم شده بهانه جوی کربلا. حسین من، حسین من، حسین من.